خب پس این صحبت آقای سلطانیه رو چه میفرمایید که میگوید ایران 540 روز مانده به بهره برداری این رو اعلام کرده به آژانس؟ در حال اون چیزی است که امروز اعلام کرده و تحت فشار این کار صورت گرفته. ایران در مورد نطنز هم بعد از اینکه در سال 2002 مسئله فاش شد اعلام کرد که قصد داره نطنز رو ایجاد بکنه، در حالی که نسبت به ایجاد کارخانه تولید آب سنگین در عراق و همینطور احداث واحد غنیسازی اورانیوم در نطنز هیچ پیشاگهی به آژانس نداده بود و این کار تحت فشار قرار گرفت، صورت گرفت. حالا هم با اطلاعاتی که آمریکا از این مسئله داشته و با اطلاعاتی که بعداً به آژانس داده شده، ایران مجبور به افشای این قضیه بوده و این کار داوطلبانه صورت نگرفته. اگر ایران دلیل واقعا ساده‌ای داشت برای ادامه غنی‌سازی یا توسعه غنی‌سازی، این 3000 واحد رو یا 3000 سانتیفیوژ رو در نطنز به کار می‌گرفت. برای نطنز برای تا 60000 سانتیفیوژ جا تعبیه شده و در نظر گرفته شده، حالون که تعداد سانتیفیوژ‌هایی که امروز در نطنز مشغول به کار هستند در حدود 5000 تاست. در نطنز نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل میشه، ولی در واحد قم هنوز چنین نظارتی اصلا وجود نداره و تا به حال هیچ از بازرس ها از این واحد دیدن نکردن. بله. خب آقای طرزاده، این واقعیت رو که ایران روز 21 سپتامبر وجود مرکز قم رو به آژانس اطلاع میده، یعنی چند روز قبل از اینکه آمریکا، بریتانیا و فرانسه بیان و رسما این خبر رو اعلام کنند، نمیشه این رو به حساب شفافیت ایران بدونیم؟ این شفافیت میتونست درست باشه اگر پیش از تصمیم به احداث این واحد به عنوان راستی آزمایی، به عنوان جلب اطمینان مؤسسات خارجی به اونها اطلاع داده میشد. نفس ایجاد واحدی پنهانی به این صورت، تعبیه اون در زیر زمین، نصب کردن تعداد محدودی سانتریفیوژ و پنهان نگه داشتنش در مرحله‌ای که حالا سانتریفیوژ‌ها مشغول به کار هستند ولی در اونها گاز اورانیوم هنوز تزریق نشده، همه نشانه‌های شانه خالی کردن از تعهداتی است که از سال 2003 حداقل بعد از معاهده امضای معاهده سعدآباد تا سال 2006 ایران قانوناً به اون متعهد بوده حتی بدون تصویب مجلس. بله. در این مقاله‌ای که شما داشتین پریروز به چاپ رسوندین تحت عنوان کشف تأسیسات جدید اتمی مذاکرات اول اکتبر به کدام سو می‌رود، می‌گویید که در شرایط کنونی بسیار محتمله که علاوه بر مرکز تازه غنی‌سازی در حوالی جنوب تهران ساوه، محل‌های پراکنده و کوچک دیگری هم به این منظور در نقاط دیگر تجهیز شده باشند. می‌دونیم که شورای ملی مقاومت، سازمانی که مجاهدین خلق در اون دست بالا رو دارن، چند روز پیش اعلام کردن که دو مرکز وجود داره که به کار ساختن چاشنی بمب اتم مشغولن. آیا این چیزی که شما بهش اشاره کردین در مقالتون با اون صحبتی که از سوی شورای ملی مقاومت شده، آیا با هم ارتباطی داره آیه تغییرزاده؟ ببینید، جمهوری اسلامی از پیش این سیاست رو پیگیری می‌کرده که چون تأسیسات اتمیش در مزان خطر انهدام یا سابوتاژ یا هجوم خارجی ممکنه قرار بگیره، این تأسیسات رو در سراسر ایران پراکنده بکنن. ولی اون چیزی که مجاهدین اخیراً اعلام کردن، یعنی کشف یا معرفی دو مرکز تازه در غرب تهران، با اون چیزی که موضوعش اعلام شده در قم کاملاً متفاوت است. با اون چیزی که من اعلام کردم این بود که ایران ممکن است واحدهای کوچکتر آزمایش سانتریفیوژ و یا یک پایلوت های دیگه غنی‌سازی اورانیوم رو در جاهای پراکنده نگهداری بکنه و این دلیل بیشتر از اینجا ناشی میشه که ایران هنوز به آژانس اطلاع نداده سانتریفیوژ هایی که به کار میگیره در چه محلی میسازه، اونها رو به چه تعداد تولید میکنه و از چه نوعی هست. مردم ایران این رو از دولت مکرر شنیدن که تولید سوخت اتمی، استفاده از انرژی اتمی حق مسلم اونهاست و این کار غیر نظامی است. ولی دولت جمهوری اسلامی حالا بیاد یک بار برای همیشه به اطلاع مردم برسونه و نه در پاسخ من، به اطلاع مجلس و کمیسیون انرژی مجلس برسونه که برنامه ای که برای تولید برق اتمی داره کی به نتیجه میرسه. میتونه دولت بگه در 3 سال آینده، 5 سال آینده، 7 سال آینده قادر خواهد بود، حتی برای یک واحد راکتور اتمی در اندازه های بوشهر قادر به تولید سوخت اتمی است و اون کارخانه ای که سانتریفیوژ ها رو تولید میکنه مثلا در یک فاصله 3 ساله قادر است که این سانتریفیوژ ها رو بسازه و این کارخانه کجا قرار داره؟ هیچ کدوم از این اطلاعات وجود نداره. ضمن اینکه ایران مواد خام یعنی اورانیوم هم برای تغذیه این سانتریفیوژ هایی که هنوز نساخته در دستش نیست. بنابراین همه نشانه ها به این سمت میره که ظرفیت غنی سازی اورانیوم برای تبدیل شدن به تولید کننده سوخت اتمی
تعلیق به محال تقریبا، ولی ظرفیت اون برای دستیافتن به بمب اتمی و تولید به اصطلاح بمب هسته‌ای بسیار بسیار نزدیکه و این اون چیزی است که تردیدها رو نسبت به هدف برنامه اتمی ایران زیاد میکنه. اگر غیر از این هست، دولت بیا توضیح بده بگه آقا کی میتونه ایران رو تبدیل بکنه به تولید کننده سوخت اتمی و کارخانه های تولید سانتریفیوژش کجان و چقدر ظرفیت دارن. این در حالیه که آقای تقی‌زاده یادتون باشه وزیر نیروی ایران گفته بود چندی پیش که از ماه شهریور امسال 500 مگاوات برق اتمی تولید خواهد شد و 500 مگاوات بعدی هم در آینده نزدیک، ولی الان مهر ماه هستش و هنوز به قول شما 1 مگاوات برق اتمی هم تولید نشده. اجازه بدید صحبتونو با شما تا اینجا قدری متوقفش میکنم و با خانم ساید هم میخوایم صحبت کنیم و بعد برمیگردم با شما در میون میذاریم مسائل مربوط به موضوعات مورد بحث برنامه امشب. خب خانم ساید، اولا به عنوان یک کسی که کارشناس اتمی نیستید، به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی مسئله هسته ایران رو میشنوید که اینقدر مسئله داغی شده، فکر میکنید که آیا این مسئله حقوق بشر در ایران رو به نحوی تحت شعاع خودش قرار میده؟ طبیعتا مردم ایران بعد از جریانات 22 انتخابات اخیر واقعا چشم به عملکرد جامعه جهانی دوختن در دفاع از مطالبات به حقشون و ما میبینیم که ورود آقای احمدی نژاد به نیویورک و مسئله انرژی اتمی باعث شده که تمام، با وجود اینکه خب دیدیم تظاهرات رو در نیویورک و بازتابش رو به قدری، ولی زیر سایه افتاده مطالبات و خواستهای حقوق بشری مردم زیر سایه افتاده، مسئله دموکراسی و آزادخواهی مردم ایران زیر سایه افتاده، مسئله کشتارها، شکنجه ها، زندان ها، همه اینها زیر سایه افتاده. فکر میکنید دولت جمهوری اسلامی باید خوشحال باشه که الان مسئله هستی اینقدر مهم؟ من فکر میکنم که این نظر شخصی خودم هستش، من فکر میکنم یه سفر موفق آمیز برای احمدی نژاد بوده، برای اینکه در درون حکومت متزلزل ترسیده است از جنبش مردمی و تلاشش همواره بر این هستش که بتونه در حقیقت افکار عمومی رو به سمت دیگه‌ای انحراف بده که یک مقدار برای خودش اعتبار بخشی و مشروعیت کسب کنه. ما میدونیم که مشروعیت این رژیم در درون زیر سوال رفته، مشروعیت ولایت فقیه زیر سوال رفته، بازتاب در حقیقت واکنش های بین المللی به نفع مردم بوده و در یک همچین شرایطی چه چیزی بهتر از این که تمام نیرو و نورافکن افکار عمومی بره به سمت مسئله‌ای که دور از مطالبات و مسئله حقوق بشر است. خب البته از لحاظ روابط عمومی همه معتقدند که سفر احمدی نژاد یک شکست بود برای رئیس دولت دهم، به خاطر از نظر روانشناسی یک پیروزی بود، من به شما قول میدم. خب اجازه بدین در مورد روابط عمومی صحبت کنیم. شما یکی از کسانی بودید که از واشنگتن، عده زیادی از واشنگتن تشریف بردن به نیویورک در تظاهرات شرکت کردن. از تجربه خودتون بفرمایید در نیویورک چه گذشت؟ در نیویورک یکی از شاید کمیاب ترین تجربه که من در عرض سالهای گذشته در تظاهرات داشتم این حضور گروه های مختلف و گرایش های مختلف همزمان با همدیگر بود. یعنی من بعد از 20 سال که در تظاهرات مختلف شرکت میکنم ندیده بودم که گروه مجاهد، مشروطه خواه، سلطنت طلب، سبز، چپ، راست همه همزمان بدون درگیری، بدون نزاع و در حقیقت جنگ و جدل های عقیدتی با هم همصدا خواهان و طرفدار یک شعار باشن. البته شعارها ممکنه با هم در تفاوت بود، ولی خواهان در حقیقت بر کناری آقای احمدی نژاد و مطالبات چنین بودش که در حقیقت دنیا باید به مسئله احمدی نژاد و انتخابات توجه داشته باشه و به مطالبات مردم اهمیت بده. دوستی به نام کاوه آهنگر در یک وبسایتی هست در آمریکا به نام iranian.com که یکی از وبسایت‌های محبوب هست، ایرانی‌ها بیشتر به اون مراجعه می‌کنن برای گرفتن اخبار داخل آمریکا که چه می‌گذره در میان جامعه ایرانی. یک مقاله‌ای داشت در رابطه با همین تظاهرات نیویورک، قسمتی از صحبت‌هاش رو براتون نقل می‌کنم. میگوید که جالب‌ترین ویژگی اعتراض‌ها برایم این بود که برای نخستین بار در زندگیم شاهد آن بودم که ایرانیان از طیف‌های رنگارنگ تفکر و وابستگی سیاسی به صورتی صلح‌آمیز در یک مکان گرد می‌آیند و بدون درگیری، حمله، توهین و متهم کردن یکدیگر در راه یک آرمان مشترک مبارزه می‌کنند. اضافه می‌کنه بدون استثنا پوسترها،
پارچه نوشته ها و شعارهای همه گروه ها خواهان ایرانی سکولار، دموکراتیک و کثرت‌گرا با حکومتی مترقی و پاسخگو شده بودند. تنها موردی که توافق وجود نداشت شکل حکومت بود. بله، خب ببینید، من فکر میکنم که هنوز ما اون تشکر رو در گروه های اپوزیسیون و در حقیقت گروه های عقیدتی نداریم به اون صورت، فرضاً گروه چپ، مشروطه خواه، سبز و یا ایده‌ای که الان جوان ها در حقیقت گروه سبز خودشونو میخوان، ما هنوز به اون صورت تشکل در رابطه با انتخاب شکل حکومت نداریم.